این برنامه توسط دوستان Amazing Facts به شما تقدیم می شود. در دنیا خیلی افسانه ها و داستان ها درباره اجده های پرنده وجود داره و بعضی ها هم ممکن ریشه حقیقی داشته باشه باستان شناسان تونستن فسیل های باقی مونده از خزنده پرنده منقرض شده به نام پتراسور یا مارمولک بالدار رو کشف کنند مشخصه شکل ظاهرشون منقار نازک بلند و یه تاج استخوانی روی سرشون بود بزرگترین پتراسور 225 کیلو وزن داشت و بالش به طول 12 متر درست مثل یه هواپیمای سستای کوچک گردن پتراسورها 3 متر و پاهاشون 2 متر بود اگه یه نفر از زمین اونها رو میدید پاهای پتراسور که در پشت اونها بود مانند یه اجده های دمدار بود حتی ممکنه بعضی از پتراسورها از طوفان نوح جون سالم به در برده باشن در قرن پنجم قبل از میلاد تاریخدان یونانی هرودوتوس درباره مارهای بالداری در عربستان نوشته دوستان ما میدونیم که حداقل یک اجدها امروز وجود داره نام دیگر این اجدها شیطانه بعضیا فکر میکنه اون فقط یه افسانه مذهبیه اما کتاب مقدس تاکید میکنه که اون حقیقت داره و سعی میکنه تا جای ممکن همه رو گمراه کنه به من ملحق بشین تا نگاه دقیقتری به این دشمن بندازیم همونی که در کتاب مقدس نام اون رو اجده های بدنام مکاشفه گذاشته نمیدونم این شخصیت بدنام مدلین کولومبیا رو به خاطر دارید من جلساتی در کولومبیا داشتم اون یه جورایی چطور بگم اون قهرمان بود پابلو سکاربار اون بزرگترین تاجر مواد مخدر تاریخ بود و یک بار یه سری حقایق جالبی رو اینجا لیست کردم نمیخوام فراموشش کنم میخوام یه بار دیگه اینو براتون بخونم در یک بره اون ثروتمندترین مرد دنیا بود سرمایش در اون زمان سی میلیارد دلار بود به حساب امروز حدودا 50 میلیارد دلار میشه بله در دهه 80 تقاضا انقدر زیاد بود که در یک نقطه پابلو اسکاربار و کارتل های مدلین که اکثرا کوکائین میفروختن روزانه 15 تن کوکائین رو به آمریکا جابجا میکردن خیلیه که مساوی با دو فیل آفریقایی از کوکائین در اوج این تجارت مواد مخدر اون روزانه 60 میلیون دلار درآمد داشت از کوکائین فروش کوکائین در واقع داشتم میخوندم که انقدر حجم پول نقدی زیاد بود که ماهی 2000 هزار دلار پول برای کش پول خرج میکرد تا پولا رو دسته بندی کنن حجم پول نقد زیادی رو در انبارهای گرم سیری نگهداری میکرد وقتی حساب کرد سالانه دو میلیون دلار پولش توسط موشها جویده میشد کارخانه پولسازی داشت بله کارخانه پولسازی صاحب 5000 هکتار زمین در یه شهر کوچک در کلمبیا بود. در اونجا یه امپراتوری کوچیک داشت. یه امارت با 20 اتاق جایی که مهموناشو دعوت می‌کرد از سراسر دنیا. گروه موسیقی داشت، پولای کلانی خرج می‌کرد. اون زمین گاوبازی خودشو داشت، باغ وحش، زرافه کرگدن. با همه اینها گفته میشه اون مسئول مرگ 4000 نفر هم هست. شامل قزاد و نامزد ریاست جمهوری کلمبیا. اما هیچ وقت با این ثروت و قدرت راضی نمیشد. اون میخواست که مردم دوستش داشته باشن اون میخواست رئیس جمهور کشور بشه آیا میتونید تصورشو کنید و شروع به پول دادن کرد به همه روستاهای فقیر برای مدرسه ها و همه کارهای عامل منفعه همه فکر میکردن اون یه قهرمانه همه که نه ولی خیلی ها فکر میکردن برای مجلس هم نامزد و هم انتخاب شد اما بازم راضی نشد و قدرت بیشتر میخواست و بیشتر و بیشتر و بیشتر و اما وقتی بعضی از سیاسیون به دقت دربارش تحقیق کردن اونا رو کشت و اون یه تک کلام داشت پول نقره یا گله سربی و به همه یه شانس میداد میگفت بهت پول میدن با هم همکاری کنی یا بری کنار یا میخوای بمیری و وقتی قضات شروع به تحقیق دربارش کردن یا کسانی که میخواستن علیه شهادت بدن ناگهان کشته میشدن یا وقتی کسی بر ضد او بود به قتل میرسید چهار هزار قتل خوشحال نبود بیشتر و بیشتر و بیشتر ما رو یاد کسی میندازه که احتمالا افرادی مثل اسکابار رو وسوسه میکرد و یا دیگرانی مثل هیتلر و استالین که علاقه شدیدی به برتری داشتن تا قدرت بیشتری و پول بیشتری داشته باشن و این ما رو یاد ذات شیطانی که در کتاب مقدس میخونیم میندازه روبرو شدن با شریر مکاشفه در واقع اون شریر کل کتاب مقدس هستش نام دیگه شیطان هستش اولین سوالی که باید بپرسم اینه گناه توسط چه کسی به وجود اومد میدونید عیسی اومد تا ما رو از گناهانمون نجات بده چرا گناه در دنیا وجود داره اگه خدا همه چیز رو نیکو آفریده چرا ما گناه میکنیم گناه از کجا اومده بعضیا میگن کی اول سرما خورد کی اولین بیمار ایز بود این چیز از کجا میان این مثل یه رازه اما کتاب مقدس اینو جواب داده میتونید مکاشفه باب دوازده نه رو بخونید اون رو اینطور خطاب کرده همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد اینجا بهش مار ابلیس و شیطان گفته شده و همچنین اجدها هم گفته شده شیطان در زمین به وجود نیومده بلکه در آسمان بوده باور میکنید کتاب مقدس گفته ابلیس از همان آغاز گناه کرده گناه با ابلیس به وجود اومده شیطان همون شریره کاملا واقعیه باور من اینه که این تنها خدا نیست که بهترین فرشته هاشو به جلسات ما میفرسته بلکه شیطان هم بهترین نماینده هاشو میفرسته تا حواس شما رو پرت کنه جنگ در حال وقوع هستند پولس به ما گفته ما را کشتی گرفتن با جسم و خون نیست بلکه علیه قدرت ها علیه ریاست ها و فوج های ارواح شریر در جایهای های آسمانی است خدا هست فرشتگان خوب هم هستند شیطان هم هست و قدرت های شیطانی هم در این دنیا هستند اگه به اتفاقات تاریخی نگاه کنید شما هم تایید میکنید که شیطان وجود داره ببینید بعضی تروریست ها چیکار میکنن انسانی رو در قفس میذارن روش گازوئیل میریزن و در حالی که اونو به آتیش میکشن ازش فیلم میگیرن این شیطان جس پوشیده است یکی از دلایلی که بعضیا به خدا ایمان میارن اینه اونا میگن میدونی من خیلی درباره خدا مطمئن نبودم اما وقتی که 100 درصد قانع شدم که شریر وجود داره با خودم فکر کردم پس نیکویی هم هست نام شیطان قبل از اینکه گناه کنه چی بود در اون موقع کجا زندگی میکرد در عهد قدیم دو بار مستقیما درباره شیطان صحبت شده که میتونیم بیشتر درباره اون بدونیم در پیدایش میتونیم اطلاعاتی دربارهش بخونیم اما اونجا نام اصلیش نوشته نشده همچنین در اشعیا 14 اشعیا پیشگویی رو درباره پادشاه بابل میکنه و بعد به قدرتی که پشت اون پادشاه ایستاده اشاره میکنه ای ستاره ای صبح ای پسر فجر، چگونه از آسمان فرو افتاده ای؟ کلمه ای ستاره ای صبح یعنی حامل نور در اصل یک کلمه لاتین هست در زبان عربی مثل حلیل یعنی پسر فجر ای که ملت ها را زلیل می چگونه خود بر زمین افکنده شده ای؟ در دل خود می گفتی به آسمان صعود خواهم کرد و تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراش بر کوه اجتماع جلوس خواهم کرد بر بلندترین نقطه کوه مقدس به فراز بلندی های ابرها صعود خواهم کرد و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت انگار خیلی خود پسند بوده من 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 میدونید یه جایی خوندم کسانی که در مؤسسات روانشناختی هستند از کلمات من به من مال من برای من خود من پنج بار بیشتر از بقیه استفاده میکنن خودخواهی انسان رو دیوانه میکنه این ایده که مخلوق میتونه بر ضد خالق باشه برای من و شما دیوانگی به نظر میرسه اما اون فکر میکرد که میتونه تخت خودش رو بالاتر از خدا بذاره و فراموش نکنید لوسیفر قدرت زیادی داشت تو الگوی کامل بودی آکنده از حکمت و کمال در زیبایی تو در عدم بودی در باغ خدا و هر گونه سنگ گرانبها زینت تو بود لعل و یاقوت زرد و الماس زبرجد و عقیق و یشب یاقوت کبود و فیروزه و زمرد اون به زیبایی زینت شده بود رئیس فرشتگان خداوند و نگیندانها و کند هایت از صنعت طلا بود اینها خیلی زیبا بودند و اون صدای زیبایی هم داشت استعداد فوق ای در موسیقی داشت شیطان هنوزم از موسیقی استفاده میکنه اینها همه در روز آفرینش مهیا شده بود متولد نشده بود آدم خلق شد فرشتگان هم خلق شدن پس اینجا درباره مخلوقی صحبت میکنه که در باغ خداوند بود تو کروبی مس شده سایه گستر بودی آیا هنوز شکی وجود داره اون یه کروبی بود یه کروبی خاص و منتخب و من تو را برقرار داشته بودم تو بر کوه مقدس خدا بودی و در میان سنگهای آتشین میخرامیدی از روزی که آفریده شدی تا روزی که شرارت در تو یافت شد در طریقهایت کامل بودی و حالا سوال اینجاست آیا خدا شیطان رو خلق کرد؟ هر چیز عالی و نیکو از طرف خداست آیا خدا شیطان رو خلق کرد؟ یا خدا یه فرشته زیبایی رو خلق کرد که تصمیم گرفت شیطان بشه؟ چند نفر شما خانوادایی رو میشناسین؟ خانواده عالی، پدر خوب، مادر خوب، چند تا بچه و یکیشون بچه ناآرام و وحشی میشه حتی میتونه شریر هم باشه در همون خانواده برادر و خواهر خوب اما یکی انتخاب خودشو کرد خدا هم پدر خوبیه ممکنه الان فکر کنید شاید خدا هم اشتباه کرده شماره سوم اصالت لوسیفر چی بود موقعیت اون چطور بود میخوایم نکتهایی رو که گفتم بیشتر بررسی کنیم نوشته شده از روزی که آفریده شدی تا روزی که شرارت در تو یافت شد در طریقهایت کامل بودی فرشتگان بالاترین مقام در حضور خداوند هستند اونا فرشتگان خادم خداوند هستند حتی در کتاب مقدس گفته انسان پایین تر از فرشتگان خلق شده است لوسیفر ارشد همه فرشتگان بود و اگه اونا فرشتگان خادم خدا هستند میتونه به این معنی باشه که لوسیفر یکی از اولین فرشتگانی بوده که خدا خلق کرده رهبر فرشتگان فوق العاده زیبا عظیم پرقدرت قدرت شیطان رو هیچ وقت دست کم نگیرید در اینجا خدا حفاظت رو از ایوب برداشت و به شیطان گفت به تو اجازه میدم که به اون حمله کنی و کتاب مقدس نوشته شیطان از آسمان آتش ریخت همچنین رعد و برق و طوفان فرستاد تا بچه هاش رو بکشه خونه رو ویرون کنه همه این مصیبت ها سرش اومد شیطان کنترل باور نکردنی روی این نیروها داره نمیخوام شیطان رو جلال بدم اما باید دشمنمون خوب بشناسیم و از همه اینها آگاه باشیم از روزی که آفریده شدی تا روزی که شرارت در تو یافت شد در طریقهایت کامل بودی تو کروبی مس شده سایه گستر بودی کروبی سایه گستر و من تو را برافراشته بودم داستان صندوق عهد رو به خاطر دارین؟ صندوق عهد یه نشونه از تخت خداست و روی صندوق عهد دو تا موجود بوده اونا چی بودن؟ فرشته کروبی دو تا ازشون بود اسم اونا کروبی سایه گستر هستش اگه شما اشعیا باب 6 رو بخونید و کنار تخت خدا دوتا سرافین وجود داره دوتا فرشته که ندا در میدن قدوس 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 اونها شش تا بال دارن با دو بال صورتشون رو میپوشونن با دو بال پاهای خودشونو و با دو بال پرواز میکنن اونجا جایگاه راست و چپ خداوند قادر مطلقه بالاترین مقام برای این دو فرشته هستش نمیدونم آیا توجه کردین وقتی پاپ رو تختش میشینه در سنت پیتر یه تخت داره و بعضی اوقات روی اون میشینه دو تا فرشته وجود داره سمت راست و چپ تا حالا اینو دیدین این رو از این قسمت از کتاب مقدس که اشعیا گفته الهام گرفتن لوسیفر بالاترین مقام رو در سمت راست خدا داشت و اون سقوط کرد آیا دوست دارین کتاب مقدس رو کامل درک کنین اما نمیدونید از کجا باید شروع کنید؟ یا به دنبال جوابهایی هستین که شادی، آرامش و موفقیت براتون برمقام بیاره؟ پس شما نیز از مطالعه تحقیقها در مورد نبوتهای کتاب مقدس لذت خواهید بود. که به 18 زبان در دسترس شماست شامل 24 دروس پایه‌ای برگرفته شده از کتاب مقدس و راهنمای قدم به قدم که شما را از حقیقت کتاب مقدس درباره بازگشت مسیح، ربایش، ضد مسیح و علامت شیطان آگاه می‌کند. همچنین حقیقت جهنم و زندگی ابدی را خواهید دید. همچنین درک علمی درباره فیض نجات و اینکه چطور مثل ایسا زندگی کنید خواهید داشت بهتر از همه اینکه کاملا رایگان در سایت historical.com در دسترس شماست پس فرصت رو از دست ندین همین امروز مطالعه کتاب مقدس در سایت historical.com رو شروع کنید ما نمیدونیم شیطان چه مدت یک فرشته خوب و کارآمد و دوست داشتنی بوده که اگه اون موقع میشناختینش حتما شما هم دوستش داشتین چون هر آنچه خدا خلق کرده نیکوست کتاب مقدس نوشته هر چیز نیکوست اگه میخواین بدونید که هدف خدا چیه یه نگاه به باغ عدم بندازین وقتی خدا این دنیا رو خلق میکرد هر روز هر چیزی رو خلق کرد چی گفت او دید که نیکوست این نیکو بود اون نیکو بود نیکو نیکو خیلی نیکو بود بهشت بود حالا فکر میکنید در آسمان کمتر از این بوده هر چیز خدا خلق کرده نیکو بود یه هماهنگی عالی وجود داشت تا کی ادامه داشته رو نمیدونم لوسیفر ممکن میلیون ها سال در جایگاه درست بوده هیچ راهی نیست که الان بخوایم بدونیم اما یه اتفاقی افتاد اون ناراضی شد شروع کرد به حسادت کردن به عیسی برای جلال و عبادت و ستایشی که موجودات دیگر انجام میدادند قبل از اینکه مسیح مجسم بشه لوسیفر این جایگاهو میخواست از پرستیده شدن خدا خشم شد از قوانین و مقررات خدا به خشم اومد شروع کرد به فکر کردن که ما فرشتگان باهوشی هستیم نیاز نداریم که خدا به ما بگه چی کار کنیم من باید این قدرت ها رو داشته باشم چرا من قدرت خلق کردن ندارم ممکنه حتی زمانی که خدا دنیا رو خلق کرد هم خشمگین شده باشه چون انسان میتونه به صورت خودش زاد و ولد کنه ما به صورت خدا خلق شدیم و ما هم به وسیله عمل محبت‌آمیز به صورت خودمون خلق میکنیم فرشتگان نمیتونن این کارو کنن عیسی گفته فرشتگان نمیتونن ازدواج و تولید مثل کنن و در نتیجه اون خشمگین شد چون همه قدرت خدا رو نداشت سعی کرد تا جایگاه مسیح رو به دست بیاره و یک کارزاری درست کرد تا بتونه اون رو به دست بیاره حالا از شما میخوام که کاری برای من انجام بدین برای یه لحظه میخوام چشماتون رو بمندین و تصور کنید شیطان چه شکلیه خیلی هم نمیخواد عمیق فکر کنید <تصفح> 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 چی تصور کردین؟ چند نفرتون صورتی با ریش رو تصور کردین؟ آیا کسی تصور قرمز کرد؟ شنل قرمز؟ آیا کسی چند نفرتون تصویر شیطان رو دید؟ شاخ؟ چنگال بال خفاش اون بتمن نیست ولی بال خفاش داره آیا این تصاویر از کتاب مقدسه؟ شیطان خوشحاله میدونید؟ شما یه بطری رنگ دویل پینت می خرید یا یه کیک شیطان می خرید همیشه یه چهره معمولی قدیمی تو برنامه کودک هست اما شیطان یه شوخی نیست کاملا حقیقی اون خوشحال میشه که مردم فکر کنن اون شبیه شخصیت یه شخصیت افسانه کمدی هستش در واقعیت آیا شیطان این شکلیه؟ آیا کتاب مقدس نگفته شیطان میتونه خودشو از فرشته نور تبدیل کنه؟ اون زیباست مثل فرشته نور درسته دوم قرنتیان باب 11 بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد چی باعث شد که اون گناه کنه؟ در حزقیال باب 28 آیه 17 نوشته دلت از زیباییت مغرور گشت و به سبب فر و شکوهت حکمت خیش را فاسد گردانیدی چون در قلب خود گفتی به فراز بلندی‌های های ابرها صعود خواهم کرد و خود را مانند آمطال خواهم ساخت قدرت اون تا حالا این ضرب شنیدین قدرت باعث نابودیه بعضی اوقات که مردم برکت مالی دریافت کرده باشن میتونه باعث نابودیشون بشه بعضی موقع بعضی برکت شهرت دارن برخی برکت زیبایی و خوش دارن اینها میتونن مورد حجوم قرار بگیرن چون شیطان جلال و ستایش زیادی رو از دیگر فرشته‌ها دریافت می کرد خواست که همه چیز رو به دست بیاره از اینکه عیسی ازش برتر بود خشمگین شد خیلی جالبه اگه یه بچه رو به بستنی فروشی که بستنی میوه داره ببرید و براش یه بستنی دو بخرید خوشحال میشه اما شادی اون تا زمانی که برای برادر یا خواهرش بستنی سه نخرید مگه نه مشکل ما چیه یه چیزی هست حسادت خشم اون خواست که جایگاه خدا رو تصاحب کنه در دل خود میگفت به آسمان صعود خواهم کرد و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت من میخوام خدا باشم پس یک کارزار را انداخت اون فهمید که باید زیرکان کار کنه شروع کردن به چرخیدن به دور فرشتگان سقوط نکرده شروع کرد به به وجود آوردن شک و بدبینی درباره خدا ما نیاز نداریم که خدا بهمون به بگه چی کار کنیم ما خودمون میتونیم خدای خودمون باشیم اون باید این توانایی رو به ما هم بده که ما هم خالق باشیم چرا خدا به ما جلال بیشتری نمیده چرا دنیاهای دیگری که سقوط نکردن ما رو پرستش نمیکنن اون بذر شک و تردید رو کاشت اون استاد این کاره اون هوش ماورا طبیعی داره که من و شما هیچ وقت نمیتونیم تصورشو کنیم اون تمام انرژیشو گذاشت فکر کرد اگه من بتونم قدرت این میلیون ها فرشته رو داشته باشم میتونم خدا رو کنار بزنم و جای او بشینم میدونم به نظر دیوانگی میاد اما این کاری بود که او کرد یه شورشی در آسمان به راه انداخت یک سوم فرشتگان به اون گوش کردن میتونید در امثال باب 6 آیات 16 تا 19 بخونید نوشته شش چیز است که خداوند از آنها بیزار است بلکه هفت چیز که از آنها کراهت دارد اول چشمان متکبر شیطان با غرور شروع کرد زبان دروغگو دستانی که خون بیگناه را میریزد دلی که نقشه های شریرانه میکشد پاهایی که برای بدی تیز رو است شاهد دروغینی که دروغ ها میبافد و آنکه تخم نفاق میان برادران میپاشد به قسمتی که گفته بلکه هفت چیز دقت کنید آنکه تخم نفاق میان برادران میپاشد لوسیفر چیکار کرد با غرور شروع کرد در نهایت بذر نفاق کاش در آسمان و آخر هم تبدیل به یه شورش آشکار شد در نهایت هم اخراج شدن شماره چهارم که میخوایم با هم ببینیم بعضی از شما ممکنه در این فکر باشین مم. پاستور داگ باشه بذارید بریم سر مهمترین سوال اگه خدا مسئوله اگه خدا قدرتمنده چرا این رو آفرید اگه چیزی اگه لوسیفر شروع کرد اگه اینطور بدرفتاری کنه مطمئنا خدا در برنامه رزی اون کار اشتباهی کرده مشکلی در برنامه رزی بوده خدا سیم کشی رو اشتباه انجام داده لوسیفر در یه جا یه نقصی داشته اگه نقصی وجود نداشته هیچ وقت این کار رو چرا اصلا خدا فرشته ای رو آفرید که میتونست تبدیل به شیطان بشه چرا اصلا از یه ترکیب دیگه استفاده نکرد مثلا یه فرشته ای دیگه رو میسازم که هیچ وقت تبدیل به شیطان نشه و امروز ما این همه مشکل در دنیا در زندگیمون نداشتیم آیا خدا اشتباه کرده؟ میتونست روسیفه رو طوری خلق کنه که هیچ وقت سرکشی نکنه؟ آره اما چرا نکرد؟ چون خدا به همه مخلوقاتش آزادی داده این مهمترین گواه بر اینه که خدام خدای محبته و این واقعیت وجود داره که بعضی از مخلوقاتش تصمیم گرفتن که اون رو دوست نداشته باشن چند نفر از شما پدر مادر هستیم آیا می دونستین قبل از اینکه بچه دار بشین این ریسک وجود داره که بچه شما به حرفتون گوش نده و شما اونو دارید درسته بذاریم ببینیم چند نفر از شما دوست دارید بهتون محبت بشه کسی از شما به خاطر نیاز به محبت بچه دار شده؟ <applause> شگفت زده شدی نه؟ بعضی ها بچه دار میشن چون میخوان محبت بشن همیشه راستش خندم میگیره وقتی زوچای جوون رو میبینم به هم زل زدن دختره به چشمای اون زل زده میگه میشه بچه دار بشیم؟ انگار متوجه نیستن نمیدونن که بچه ها همیشه کوچیک نمیمونن میدونید منو یاد بچه هم میندازه که میگفت من طول سگ میخوام <applause> طول سگ میشه یه ماه طول سگ بعدش سگ گنده میشه اما ما خونواده هامونو داریم حیوان خونگی هم میاریم چون محبت میخوایم و میخوایم محبت کنیم اما میخواستم اینو بگم که محبت همیشه ریسک هم داره حالا من محبت میخوام درست مثل شما اعتراف میکنم دوست دارم محبت بشم بیشتر از اونی که محبت کنم و راهی رو پیدا کردم تا بتونم محبت بیشتری رو به دست بیارم به وسیله تلفن هوشمندم اصر بخیر خیر پاستور بخیر به تلفن هوشمند در این اصر دلپذیر حالت چطوره من خوبم حالت تو چطوره باتریم تقریبا کامل شار شده <تصفح> به نظرم میشه گفت خوبم خوشحالیم که اینو میشنویم پاسورداگ یه چیزی میخوام بهت بگم بگو تلفن هوشمند این اواخر بهت نگفتم که چقدر فوق العاده ای من... اصلا تو بی‌نظیر به دنیا اومدی <تصفح> در حقیقت تو زیبایی خوش تیپی، قد بلندی و باهوش دوستت دارم داد باید بهت بگم من واقعا دوستت دارم. دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم. دوست دارم خیلی دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم تو رو میپرستم تو خیلی بامزده ای دوستت دارم داک باید این اختراعم رو ثبت کنم و کلی پول به دست بیارم درسته چون همه محبت میخوان بفرمایید نه محبت منم یه تلفن هوشمند دارم که میگه دوستم داره چرا این به درد نمیخوره آیا این محبته؟ چون من کاری کردم که بگه به من دوستم داره این من رو دوست نداره حالا آیا خدا میتونست لوسیفر رو از قبل برنامه ریزی کنه که مدام بگه یا دوستت دارم؟ حتما آیا اون موقع اسمش محبت بود؟ واقعیت اینه که مخلوقاتش رو آزاد آفرید اینو نشون میده که بعضی تصمیم بگیرن دوستش نداشته باشن خدا لوسیفر رو به محض اینکه سرکشی کرد کاملا از بین نبرد چون اون موقع بقیه مخلوقاتش در دنیا از ترس به خدا گوش میدادن نه از روی محبت خدا میخواد که ما از او اطاعت کنیم شما اون رو دوست داریم آمین؟, آمین. پس در نتیجه سرکشی لوسیفر چه اتفاقی در آسمان افتاد در نهایت یه جنگی برپا شد کلمه ی جنگ در آسمان خیلی بیمعنی اما دقیقا چیزیه که در مکاشفه باب دوازده آیه هفت گفته شده ناگهان جنگی در آسمان در گرفت میکایل و فرشتگانش با اجدها جنگیدند اجدها اسم نمادین از کیه شیطان اجدها در برابر میکائیل جنگید نوشته شده و اجدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند اما شکست خوردن و اخراج شدند اما از اونجا به کجا رفتن مرکز فرماندهی نافرمانی شیطان علیه خدا کجاست شیطان کجا رو تصرف کرد اینجا بله یه لحظه توقف کنیم میخوام بپرسم در اون جنگ فرشتگان از چه استفاده کردن؟ از تفنگ استفاده کردن؟ ما سعی کردیم اینو به تصویر بکشیم در دیویدی وقایع آخر یا جنگ کیهانی. نمیدونستیم واقعا چی کار باید بکنیم تولید کنندمون چند تا شمشیر نوری آورد فرشته از چی استفاده کردن یه آیه بود که درباره یه فرشته ای صحبت می‌کنه که با یه شمشیر بالای اورشلیم بود تنها اسلحه که دیدیم این فرشته داشتن شمشیر بوده اما شک دارم از اسلحه‌ای که ما اینجا استفاده میکنیم استفاده کنن چون اونا موجودات روحانی هن. اما یه درگیری عظیمی وجود داشته و اونا از بهش اخراج شدن پس کجا رفتن؟ شیطان تمام کهکشان رو گشت تا موجوداتی پیدا کنه تا بهش ملحق بشن تا زمانی که به این دنیا اومد و تونست کسی رو پیدا کنه در مکاشفه و 24 نوشته دومش یک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت ستارگان کیا هستن و چند درصد فرشتگان به لوسیفر ملحق شدن؟ یک سوام. یک سوم واقعا زیاده اگه خدا فرشتگان خوبی رو داره که از ما محافظت میکنن شیطان هم ارواحی رو داره که ما رو وسوسه کنن ممکنه چند نفر از شما کتاب سی اس لوئیس به نام سکور تیپ رو خونده باشین درباره ترفندهایی که شیطان با استفاده از اون تلاش میکنه ما سقوط کنیم و خدا چطور مانع اون میشه خدا اون رو به زمین اخراج کرد و اون به زمین اومده در مکاشفه دوازن رو میخونید اجده های بزرگ به زیر افکنده شد همان مار کوهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جمله جهان را به گمراهی میکشاند شیطان ادعا میکنه که این جهان برای اونه هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. هیچ شکی وجود نداره که شیطان زیر زمین نیست به خاطر بیارید وقتی شیطان به گرد همایی توی آسمون اومد در کتاب ایوب خداوند از شیطان پرسید از کجا میایی؟ خداوند میدونست اما برای صلاح دیگرانی که به اون گرده همایی اومده بودن پرسید جواب داد از زمین می آیم و سر کردن در آن داره میگه قلم را منه من غصبش کردم پس مرکز فرماندهی شیطان اینجاست حتی عیسی هم به اون پادشاه دنیا گفته حتی عیسی و شیطان وعده این دنیا رو به عیسی داد چون ادعای مالکیتش رو داره اکثریت این دنیا مسیح رو قبول نمی کنن. عریض از آن را که به هلاکت منتهی می شود اما تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود شیطان اکثریت دنیا رو گمراه کرده و این واقعا ناراحت کننده است آیا دوست دارین کتاب مقدس رو کامل درک کنین اما نمیدونید از کجا باید شروع کنین؟ یا به دنبال جوابهایی هستین که شادی، آرامش و موفقیت براتون برمقام بیاره؟ پس شما نیز از مطالعه ها در مورد نبوت های کتاب مقدس لذت خواهید بود که به 18 زبان در دسترس شماست شامل 24 دروس پایه‌ای برگرفته شده از کتاب مقدس و راهنمای قدم به قدم که شما را از حقیقت کتاب مقدس درباره بازگشت مسیح ربایش ضد مسیح و علامت شیطان آگاه می کند همچنین حقیقت جهنم و زندگی ابدی رو خواهید دونست همچنین درک علمی درباره فیض نجات و اینکه چطور مثل عیسی زندگی کنید خواهید داشت بهتر از همه اینکه کاملا رایگان در سایت historical.com در دسترس شماست پس فرصت از دست ندین همین امروز مطالعه کتاب مقدس در سایت historical.com رو شروع کنید در حدود پانزده سال امیزین فکس با قوت حقیقت کتاب مقدس رو به سر تا سر دنیا اعلام کرده این در جواب حکم ایسا درباره موعظه خبر خوش به تمامی ملت ها، قوم ها، مردمان و زبان هاست از دعاها و حمایت های شما سپاس گذارید. شده توسط دوستداران خدمت Amazing Facts